با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، دوم از ماه ژانویه 2009. روزهای جمعه در خدمت شما متون قدیم رو میخوانیم، متون ادبی قدیم، و از سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی امشب داستان شیرینی برای شما خواهم خواند. بسیار داستان جالب و شیرینی است. اجازه فرمایید سپاسگزاری کنم از همه هموطنان بزرگوار که تماشایان این برنامه هستند، پشتیبانان این برنامه هستند و یاران بسیار داریم در این سرزمین جاوید، و این وظیفه مهمی رو عرض می‌کنم بر عهده ما می‌گذارد که حقایق رو برای شما آشکار کنین. این بر ذمه من است اینجا در خدمت شما که از تاریخ گذشته ایران پرده برداری بکنیم، و بر عهده وطن دوستان و آزادی خواهان و روشنفکران این هست که ضمن بررسی گذشته و نشان دادن تاریخ حقیقی گذشتگان راهی برای اندگان باز بکنم. و تا اونجایی که به من مربوط است اینجا، نه به خاطر اندیشه های شخصی و اینها، بلکه به خاطر توجهی که مردم داخل و خارج کشور به این صحبت های با کردن، بر ذمه من است اینجا که این کارها رو انجام بدم و گذشته رو روشن کنم، مبتنی بر دلایل قاطع و اسناد درست، نه اسناد مجعول. این است که اون کسی که نامش بهرام مشیری است در خدمت شما نشسته، دیدی نیست از این بادا بلرزد. برویم سر داستان از شبکه سیاست نامه. ببینید دیپلماسی در مملکت ما چه سابقه ای دارد، واقعا باعث افتخاره و هم شگفتی. قریب 900 سال پیش یک دیپلماتی مثل خواجه نظام الملک در کشور ما بوده و کشور رو او اداره می کرده است. یعنی در این سیستم های پادشاهی، درست است که پادشاه قدرت آخرین بود و قدرت فائق بود اینها، اما طراح سیاست داخل و خارجی صدر و صدور، وزیر و وزرا بود. دولت سلجوقیان تا زمانی که عرض کنم که با سیاست های خواجه اداره می شد کاملا محکم بود، و نامه نوشته است او به ملک شاه که اون تاج تو با این قلم و قرطاس من به هم بستگی دارد، این بیفتد اون نیز بیفتد، و درست هم میگفت. همچنان که حکومت غزنویان رو مردان بزرگی مثل حاجه احمد حسن میمندی، حسنه که وزیر، حسن میکال اداره کردند، و در روزگار مغول حاجه رشید الدین فضل الله دیپلمات بزرگ، دانشمند بزرگ، عطا ملک جوینی دانشمند بزرگ، مورخ حاج نصیر طوسی، اینها بودن دیپلمات‌ها و وزرای ایران، و مایه ننگ است که امروز نگاه بکنیم ببینیم این مملکتی با این همه سابقه درخشان در کار سیاست، یه آدم مثل احمدی نژاد نشسته برای ما تن سیاست می‌کنه. واقعا فکرشو بکنید، ادبار و عقب‌ماندگی و عقب‌رفتگی رو شما ملاحظه بفرمایید. خب اجازه بدید که برویم بر سر یک داستان بی‌اندازه شیرین، حکایت امیر ترک و سیاست معتصم. در متون کلاسیک ایران و تاریخ‌های قدیم هر جا واژه ترک آمده است، معنی خاصی دارد، معنی نژادی دارد، معنی زبانی ندارد. شما نگاه کنید، به فرض کنید که منشآت ابن سینا بگیرید تا شاهنامه فردوسی و همه تاریخ‌هایی که در اون دوره است، تاریخ یمینی، عرض می‌کنم تاریخ بیهقی، اشاره به ترک، اشاره هست به مردمان آسیای مرکزی که اینها در اواخر روزگار ساسانیان به مرزهای ایران نزدیک شدند، و بعد از آمدن اعراب و اینها گروهی از اینها مسلمان شدند، و بعد اینها رو به کار سپاهیگری و بعد زیبارویان ترک رو برای کار غلامی و غیره می آوردند و وارد سیاست ایران شدند، و نیز چنین کردند تشکیلات خلفا و از ترکان استفاده کردند، و اینها به قدری در کار قدرت به دست آوردن فساد کردند که عرض می شود که تشکیلات رو از بغداد بیرون بردند و به سامره بردند. از دست اینها بود، از دست این امرای ترک بود، و علت یکی از علل انحطاط مدنیت عباسی رو هم همین وجود این آقایان نوشتن. اجازه فرمایید بخوانیم این داستان رو از قلم، عرض می شود که خواجه نظام الملک دانشمند، سیاستمدار و ادیب روزگار سلجوقی، به سادگی و زیبایی نگاشته این داستان رو، بسیار شیرین است. این معتصم همون کسی است که به دستور او بابک خرم‌دین رو کشتن، و این همون کسی است که افشین رو کشت. یکی از عرض کنم که خونخواران عباسی بوده است این معتصم. باری و اون چنان بود که از خلفای بنی عباس هیچ کس را اون سیاست و هیبت و آلت و عدت نبود که معتصم را بود.
عدت یعنی نیرو، میگوید که این خیلی عدتش زیاد بود. باری و چندان بنده ترک که او داشت کس نداشت، گویند که 70,000 غلام ترک داشت و بسیار کس را از غلامان برکشیده بود. که البته اینا وقتی می آوردن و اینها لیاقت از خودشون می دادن، در سیستم سامانیان هم به همین وجه بوده، عرض کنم که وقتی کسی از این غلامان لیاقت سپاهیگری خودشون می داد، اون رو رئیس 100 نفر می کردن، بهش گفتن یوزباشی. و بعد که ترقی می کرد، نوع شمشیر جدیدی بهش می دادن، نمی دونم اسب خاصی بهش می دادن، بهش می گفتن که عرض کنم که مینباشی، یعنی رئیس 1,000 نفر، و امیر تومان یعنی رئیس 10,000 نفر. اینها تقسیم بندی های سپاهی بود که می کردن، نام هم البته ترکیست. بله، و بسیار کس را از غلامان برکشیده بود و به امیری رسانده، و پیوسته گفتی که خدمت را چون ترک نیست. خدمت را چون ترک نیست یعنی از برای خدمتگذاری همچون ترکان کسی نیست. این داستان نژادی است، هموطن زبانی نیست. وقتی میگوییم انگلیسی، زبان انگلیسی، عرض می‌شود که ما اشارهمون به یک زبان هست. وقتی میگوییم انگلیس ها، اشارهمون به یک مردمی خاص هست در یک جزیره. بنابراین هر کس انگلیسی صحبت میکند انگلیسی نیست، کما اینکه نصف آفریقا و نمیدونم جاها و هندوستان اینا انگلیسی صحبت میکنن، اما انگلیسی نیستن. این داستان ترکی هم امروز چنین شده، یعنی استفاده غلطی از واژه میشود اینها، که حالا بارها توضیح دادم خدمتتون. خدمت را چون ترک نیست، اینو خواجه نظام الملک نوشته، حواسمون باشه. مگر امیری وکیل خیش را بخواند و گفت، امیری یکی یعنی از این عمرای ترک که در خدمت معتصم بوده، گفت که در بغداد کسی را شناسی از مردمان شهر و بازار که به دیناری 500 با من معامله کند. گفت من احتیاج دارم به 500 دینار یک کسی رو می‌شناسی که با من معامله کند، در حقیقت به من قرض بده که مهم میباید و به وقت ارتفاع باز دهم. به وقت ارتفاع باز دهم یعنی پول رو قرض کنم، موقع برداشت محصول من این قرضم رو پس میدم. وکیل اندیشید، از آشنای او را به یاد آمد که در بازار خرید و فروخت باریک کردی. یادم میره به یادش اومد که ثروتمند اونچنانی نبود، خرید و فروش های ظریف میکرد، پول اندکی داشت، خرید و فروش باریک کردی و 600 دینار زر خلیفتی داشت. زر انواع مختلف داشته، چاپ های طلا، زر خلیفتی، طلا و سکه رو میگفتن که نقش خلیفه داشت و به لحاظ عیار بالاتر از سکه های مشابه بود، یعنی فرض کنید 20 عیار بوده مثلا، عرض میکنم زر خلیفتی، این گاهی به کار رفته در عربیات قدیم. بله، که به روزگاه به دست آورده بود. فقط 600 دینارم طلا خلیفتی داشت این بیچاره، پاشکار بود. امیر را گفت مرا مردی آشنا هست که دکان به فلان بازار دارد و من گاه گاه به دکان او میروم و با او داد و ستد میکنم. 600 دینار خلیفتی دارد، مگر کسی به دو فرستی و او را بخوانی و به جای نیکوش بنشانی و هر ساعت تلطف کنی و در وقت خان با وی تکلف نمایی و پس از نان خوردن سخن سود و زیاد به میان دراری، باشد که از تو شرم دارد و از حشمت تو رد نتواند کرد. گفت آقا رو من میشناسم، میدونم که این 600 دینار خلیفتی هم سرمایه داره، دعوتش کن، تکلف کن. تکلف یعنی به زحمت افتادن. در وقتی شما زیاد تعارف میکنید و زیاد قضا میچینید و اینا، میگن آقا کار رو به تکلف کشاندی، یعنی دچار زحمت شدی، میگه این کارها رو انجام بده. از پس نان خوردن، نان خوردن خدمتتون گفتم یعنی شام خوردن یا نهار خوردن، فقط نان خشک منظور نیست، در افغانستان هم امروز میگن نان خوردیم، یعنی شام خوردیم یا نهار خوردیم. پس از نان خوردن یعنی پس از صرف غذا، عرض کنم داستان سود و زیان میگه به میان بیاور و شاید از حشمت تو خجالت تو کشیم پولو به تو بده. امیر همچنین کرد و کس به دو فرستاد که زمانی رنجش رو که با تو شغلی دارم فریزه، یعنی امری واجب. این مرد برخواست و به سرای امیر رفت و او را هرگز با این امیر معرفت نبود. این مرد بازار بیچاره نمیشناخت این امیر کی هست، ولی خب دعوتش کرد آمد. چون پیش پیدر رفت سلام کرد، امیر جواب داد و رو سوی کسان خیش کرد و گفت این فلان کس است؟ گفتند آری. امیر پیش وی برخاست و فرمود تا او را به جای نیک بنشاندند. پس گفت من آزاد مردی و نیکو سیرتی و من آزاد مردی و نیکو سیرتی و امانت و دیانت تو ای خواجه از زبان هر کسی بسیار شنیدم
و تو را نادیده فریفته تو گشتم و چنین میگویند که در همه بازار بغداد هیچ کس به آزاد مردی و نیکو معاملتی این خواجه نیست. حالا تعارفات داره میکنه، مقدمه سازی که اون پوله رو بتونه از این بابا بگیره. پس او را گفت چرا با ما گستاخی نکنی؟ یعنی بیخیال باش، درویش باش، خودتو گرفته نباش، گستاخی نکنی یعنی که بی‌تعارف باش با ما. چرا با ما گستاخی نکنی و ما را کاری نفرمایی؟ یعنی بیا پیش من هر کاری داری و خانه ما را خانه خود ندانی و با ما دوستی و برادری نکنی. و هر چه امیر میگفت او خدمت میکرد و اون وکیل میگفت همچنین است و صد چندین است. اون بعد اونجا دو قابچینه بغل دستی هم این آقا که تعریف این بیچاره رو میکرد میگفت چنین است و صد چندین است. یعنی آقا بله این بیشتر از اینها فضیلت داره و تعریف داره. زمانی بود خان آوردن، یعنی سفره رو چیدن. امیر او را نزدیک خیش جای کرد و هر زمان از پیش خیش چیزی بر می گرفت و پیش او می نهاد و تلطف همی کرد، مرتب تعارف می کرد، چیزای خوشمزه رو بر می داشت و عرض بکنم که می داشت جلوی اونو مهربانی می کرد، تلطف همی کرد، یعنی مهربانی می کرد. چون خان برداشتند و دست بشستند و مردمان به پراکندن خواص ماندند، امیر روی سوی مرد کرد و گفت دانی که تو را از بهر چه رنج کردم؟ گفت امیر بهتر داند. گفت بدان که مرا در این شهر دوستان بسیارند که هر اشارتی که بدیشون کنم از آن نگذرند و اگر 5,000 و 10,000 از ایشون خواهم در وقت بدهند. گفت من دوستان جایی دارم، کسانی دارم که 10,000 دینار میخوام در وقت، یعنی بلافاصله بدون فوت وقت رو من میدم و دریغ ندارن از آن که ایشون را از معاملت من فایده بسیار بوده است و هرگز کس در صحبت و معاملت من زیان نکرده است. در این وقت مرا آرزو چنان افتاد که میان من و تو دوستی باشد و گستاخی ها کنیم، هرچند که مرا غریمان بسیارند، اما میباید که در این حال به دیناری 1,000 با من معاملت کنیم. مقدماتو گفت خلاصش اینه که بسی 1,000 دلار اگه داری به من قرض بدی. بله، به مدت 4 ماه یا 5 ماه که به وقت ارتفاع باز دهم و دستی جامه بر سر نهم. گفت نه تنها پولتو برمیگردونم، دستی جامه بر هم نهم. یک دست کت شلوار خیلی عالی بروکس برادرزم میذارم روش، گاوردین عرض کنم که تاب 160 میذارم روش و دانم که تو را چندین و از آف این هست و از من دریغ نداری. مرد از شرم خلق خوش که با او همی کرد گفت فرمان امیر راست، ولی که من از اون دکانداران نیم که مرا 1,000 و 2,000 باشد. با مهتران جز راست نشاید گفتن، همه سرمایه من 600 دینار است و در بازار بدون دست و پا میزنم و خرید و فروختی باریک میکنم و اینقدر به روزگار و سختی به دست آوردم و اینقدر به روزگار و سختی به دست آوردم. به روزگار و سختی یعنی در طول زمان چندین سال من خرید و فروش کردم، من بیچاره که دارایی من شده است 600 دینار خلیفتی. بعد میگوید که به این و اینقدر به روزگار و سختی به دست آوردم. امیر گفت مرا در خزانه زر درست بسیار است، ولی که این کار را که مرا میباید نشاید. گفت من پول زیاد در اختیارم هست، اما برای امر خصوصی که نمیتونم استفاده کنم. مرا از این معاملت مقصود دوستی توست، چه خیزد تو را از این داد و ستد باری کردن؟ اون 600 دینار به من ده و قباله به 700 دینار به گواهی عدول از من بستان تا به وقت ارتفاع با تشریفی نیکو به تو بدهم. گفت 600 تو به من بده، من 700 دینار به تو رسید میدم. وقتی که موقع برداشت محصول شد من به علاوه یک دست جامه به تو پس میدم. وکیل همی گفت تو هنوز امیر ما را نمیشناسی، از همه ارکان دولت هیچ کس پاک معامله تر از امیر نباشد. مرد گفت فرمان امیر راست، اینقدر که مرا هست دریغ نیست. انذر بداد و قباله بستد، پول داد و در حضور شهود قباله گرفت، یعنی رسید پولش رو که قرض گرفته بود امیر گرفت و رفت. چون حال فراز آمد، حال اینا به دو نوع نوشته شده، یکی بی تشدید و تشدید، یعنی سر رسیده چک در واقع موعد پرداخت. به 10 روز پستر مرد به سلام امیر شد، یعنی 10 روز هم بیچاره صبر کرد، بعد از 10 روز که از موعد گذشته بود آمد خدمت امیر.
و زبان به هیچ تقاضا نکرد و به زبان هیچ تقاضا نکرد. با خود گفت چون امیر مرا بیند داند که به تقاضای زن آمدم. و همچنین می آمد تا 2 ماه از حاله بگذشت و زیادت از 10 بار امیر را بدید و امیر هیچ در اون راه نشد. امیر هیچ در اون راه نشد یعنی خودش به کوچه علی کب زد و از موضوع بدهکاریش هیچ صحبتی نکرد و وارد موضوع نشد که به تقاضا می آید یا مرا چیزی به وی باید داد. چون مرد بدید که امیر تن همی زند قصه ای نبش و به دست امیر داد که مرا بدون محقر زر حاجت است و از وعده 2 ماه گذشت. اگر سوار بیند اشارت به وکیل فرماید تا زر به خادم تسلیم کند. امیر گفت تو پنداری که من از کار تو غافلم؟ دل مشغول مدار و روزی چند صبر کن که من در تدبیر زر تو هم مهر کرده به دست معتمدی از آن خیش به تو فرستم. معتمدی از آن خیش یعنی شخصیت مورد اعتمادی که دارم میدم به شما. تو فکر میکنی من یادم رفته به تو بده کارم؟ این مرد 2 ماه دیگر صبر کرد و اثر زر ندید. دیگر باره به سرای امیر شد و قصه دیگر بداد و به زبان گفت. امیر هم عشوه‌ای چند بداد یعنی چند دروغ و مهمل و این چیزا گفت. بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر. حافظ میفرماید سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد یا چنین چیزی. عشوه مخر، عشوه امروز به معنی دیگری است. عشوه‌ای داد یعنی دروغ گفت و وعده بیهوده داد اینها. و مرد هر 2-3 روز به تقاضا میرفت و هیچ سود نمی داشت و از حال 8 ماه بگذشت. 8 ماه گذشت و این آقا از سر رسید بدهکاریش و نداد. مرد درماند. مردمان شهر به شفیع انگیخت و به قاضی شد و او را به حکم شهر خواند و هیچ بزرگی نماند که از بهر وی با امیر سخن نگفت و شفاعت نکرد و سود نداشت. و از در قاضی 50 کس آورد و او را به شهر نمی توانست بردن و نه اون چه محتشمان میگفتن میشنید تا از حاله 1.5 سال بگذشت. 1.5 سال گذشت عرض میشود که و این آقا پول رو پس نمیداد. مرد عاجز شد و بدون راضی گشت که سود بگذارد و از مایه 100 دینار کمتر بستاند. گفت آقا ما از 100 تاش هم میگذریم، این 600 تایی که دادیم 500 دینار خلیفتی به ما پس بده. هیچ فایده نداشت. امید از همه مهتران ببرید و از دبیدن سیر گشت. دل در خدای عزوجل بست و به مسجد فضلومند شد. فضلومند اسم مسجدی بوده در بغداد حتما. و چند رکعت نماز بکرد و به خدای تعالی بنالید و زاری میکرد و میگفت یا رب تو فریاد رس و مرا به حق خیش باز رسان و داد من از این بیدادگر بستان. مگر درویشی در اون مسجد نشسته بود و اون زاری و ناله او میشنید. دلش بر وی بسوخت چون او از تضرع فارغ شد. گفت ای شیخ تو را چه رنج رسیده که چنین مینالی؟ با من بگوی. گفت مرا حالی پیش آمده است که با مخلوق گفتن هیچ سود نمیدارد مگر خدای تعالی به فریاد من رسد. گفت با من بگوی که سببها باشد. یه درویش اونجا نشسته بود دید خیلی زار و زاری میکنه. گفت آقا چیه؟ گفت هیچ کسی به داد من نمیرسه مگر خدا به داد من. گفت حالا به من بگو چی شده. درویشی که اونجا نشسته بود گفت ای درویش خلیفه مونده است که او را نگفتم. گفت آقا ما دادخواهی کردیم همه جا رفتیم جز شخص خلیفه به همه کس گفتم و هیچ سودی نداشته. دیگر با همه امیران و بزرگان شهر گفتم و به قاضی رفتم هیچ سود نداشت. اگر با تو بگویم چه سود دارد؟ درویش گفت با من گفتنی است. اگر تو را سودی ندارد زیانی هم ندارد. نشنیده که حکیمان گفتند هر که را دردی باشد با هر کسی باید گفتن باشد که درمان او از کمتر کسی پدید آید. کمتر کسی یعنی یک شخصیت خیلی پایینی، شخصیت خیلی کمی که با روش حساب نمی کنیم ممکن است که این درمان در او باشه. اگر حال خیش با من گویی باشد که تو را راحتی پدید آید. پس اگر نباشد از این حال که در به هستی در نمانی. مرد با خود گفت راست میگوید. پس ماجرای خیش با او بگو. شرح حال این که پول داده و چنین کرده و بیچاره شده و 1.5 سال گذشته و اینها اونجا بین علما بحث البته در سمت راست من اینها و گفت که بابا ما رفتیم و نمیده این آقا. چون درویش بشنید گفت ای آزاد مرد اینک تو را راحت پدید آمد چون با من بگفتی. دل فارغ دار که اون چه من با تو بگویم اگر بکنی هم امروز با زر خیش رسی. خب خیال راحت باشه من از این وصول میکنم برات، همین امروز برات پول تو میگیرم. گفت چه کنم؟ گفت همکنون به فلان محلت رو بدون مسجد که مناره ای دارد
و در پهلوی مسجد دری است و پس آن در دکانی است. پیرمردی اونجا نشسته است مرقعی پوشیده و کرباس همی دوزد و کودکی دو در پیش وی نشستند و چیزی می دوزند. بر آن دکان رو و آن پیر را سلام کن و پیش او بنشین و احوال خیش با وی بگو. چون به مقصود رسی مرا به دعا یادار و از این که گفتم هیچ کاهلی مکن. آقا میری در فلان مسجد یه دکان خرابه هست، یه مرد درزی، درزی یعنی دوزنده، این واژه زیبای فارسی بوده ما فراموش کردیم، میگوییم خیاط، در حالی که در هندوستان این واژه که از ایران رفته هنوز محترم و معزز هست، میگوین درزی، خیلی هم زیباست، من نمیدونم چرا حالا شد خیاط. میگه این خیاطی میکنه اونجا، کرباس میدوزه و هم دو تا بچه‌م یادش نشسته، برو به اون بگو. مرد از مسجد بیرون آمد، با خود اندیشه کرد، ای عجب، همه بزرگان و امیران را شفیع کردم و از جهت من سخن گفتند و تعصب کردند، هیچ فایده نداشت. اکنون این درویش مرا پیش پیری عاجز راهنمایی میکند و میگوید که مقصود تو از او به حاصل آید. مرا این چون مخرقه می نماید. مخرقه، مخرقه یعنی دروغ، مخاریق جمعشه. عرض کردم کتاب مشهور رازی مخاریق الانبیا، یعنی دروغهای انبیا، یک کتاب خیلی مشهور بوده. رزبون گفت که این مخرقه باور نکنم، در اون شعر مشهور منوچهری خدمتتون خوندم، سیامک ساکت باش، گفت که مار و خورشید و ماه و اینها، خوندن خدمتون، شاخ انگور کهن دختر کن زاد بسی، خوندن خدمتون، رزبون گفت که این مخرقه باور نکنم، یعنی این دروغ. بله، ولی کن چه کنم، هر چگونه که هست بروم، اگر صلاح بدینه از این بتر نشود که هست. رفت تا به در اون مسجد و بر اون دکان شد و بر اون پیر سلام کرد و در پیش او بنشست. ساعتی بود پیرمرد چیزی همی دوخت، از دست بنهاد و اون مرد را گفت به چه کار رنجه شده ای؟ داشت بیچاره پیرمرد دوخت و دوز میکرد، گفت چه کار داری با من؟ مرد قصه خیش از اول تا آخر با پیر بگفت، تا در مسجد رفتن و زاری کردن و اون درویش پرسیدن و رهنمونی کردن. چون پیرمرد درزی احوال او بشنید، گفت کارهای بندگان خدای عزوجل راست آرد، به دست ما سخنی باشد، ما نیز در باب تو با خصم تو سخنی گوییم، امیدوارم که خدای تعالی راست آورد و تو مقصود رسی. زمانی پشت بدون دیوار نه و ساکن بنشین. گفت یه کاره هم از دست ما میاد، تو تکیه بده به دیوار، راحت باش. پس از آن دو شاگرد یکی را گفت سوزن از دست بنه و به سرای فلان امیر رو و برای حجه خاص او بنشین، هر که در اونجا شود یا بیرون آید بگوی که امیر را بگوید که شاگرد فلان درزی ایستاده است و به تو پیغامی دارد. به بچهش گفت برو اونجا، به اون شاگردش برو بگو من از توی فلانی هستم، چون تو را بخواند و او را ببینی سلام کن و آنگاه به او که استادم سلام میرساند و میگوید که مردی از دست تو به تظلم پیش من آمده است و حجتی به اقرار تو به مبلغ 700 دینار در دست دارد و از حاله یک سال و نیم گذشته است، خواهم که مکنون زر این مرد به رسانی به تمام و کمال و او را خوشنود کنی و هیچ تقصیر نکنی و تغافل روا نداری و زود جواب او به من آورد. به این بچه کوچیکه گفت برو آقا این حرفا رو بزن، گفت فوری پول آقا رو بده. این کودک به تک خواست و به سرای امیر شد و من به تعجب فرو مانده بودم که هیچ پادشاه به کمترین بنده خیش چنین پیغام ندهد که او بدان امیر به زبان این کودک فرستاد. زمانی بود کودک باز آمد و استاد را گفت همچنان که فرمودی کردم، امیر را بدیدم و پیغام گذاردم. امیر از جای برخاست و گفت سلام و خدمت من به استاد برسان و بگو سپاس دارم چنان کنم که تو فرما. اینک آمدم در واقع آمدم فعل ماضی است، اینک آمدم در واقع به قول قدام گفتن مضارع محقق الوقوع، اینک آمدم یعنی در آمدن من تردید نکن، دارم میام. اینک آمدم و زر با خود میآورم و عذر تقصیر باز خواهم و در خدمت تو زر او را تسلیم کنم. این بابا حالا متعجب مونده که آقا ما هرچه قاضی بود و هرچه امیر بود و اینا ما پارتی کردیم، آقا پول ما رو نداد و حرف این پاره دوز گفت الان میام پولو میارم. باعث خیلی مرد خوشحالی بود اونجا. هنوز ساعتی نگذشته بود که امیر میآمد با رکابداری و دو چاکر و از اسب فرود آمد و بر بالای دکان آمد و سلام کرد و دست پیر مرد درزی را بوسه داد و پیش وی بنشست و سره‌ای زر از چاکر بستد و گفت اینک زر تا زن نبری که من زن این مرد
که من زر این آزاد مرد فرو خواستم گره و تقصیری که رفت از جهت وکیلان من بود نه از من و بسیار عذر خواست و چاکری را گفت برو و از این بازار ناقدی با ترازو بیاور. این واژه نقد که ما به کار میبریم، نقد ادبی، ناقد، در واقع در عربی ناقد کسی رو میگفتن که عیار طلا رو معلوم میکرد، میآوردن ببینن که به نقد بزند، در واقع ببیند که این سکه مثلا 18 عیاره، 17 عیاره، عیارش این بوده ناقد. رفته رفته این عرض کنم معمول شد در ادبیات، میگن ناقد سخن یا نقد ادبی، از اونجا میاد. لغت عربی است، خیلی قدیم مورد استفادهش در بازار بوده در واقع. بله، از این بازار ناقدی با ترازو بیاور. رفت ناقد را بیاور، زر نقد کرد و برکشید. 500 دینار خلیفتی بود. امیر گفت این 500 دینار باید که امروز از من بستاند و فردا چنون که از درگاه بازگردم او را بخوانم و 200 دینار دیگر بدو تسلیم کنم و عذر گذشته بخواهم و رضای او بجویم و چنون کنم که فردا پیش از نماز پیشین ثناگوی پیش تو آید. بله، نماز دیگر، نماز پیشین، اینا اصطلاحات قدیم بوده. بله، پیرمرد گفت این 500 دینار در کنار او ریز و چنون کن که از این قول باز نگردی. گفت چنین کنم. زر در کنار من کرد و دست پیر را بوسه داد و برفت و من از شگفت و خرمی نمی دانستم که بر چه حالم. دست پیش دراز کردم و ترازو را برداشتم و 100 دینار برسختم. 100 دینار کشیدم. سخته یعنی سنجیده. استاد توس می فرماید در اندیشه سخته کی گنجدو. سختن یعنی سنجیدن. یعنی با ترازو از کنم، چون از شبه که سکای قدیم مثل امروز دقیق نبود که چند گرم تلاست، با ترازو می سنجیدن. میگه 100 سکه با ترازو برسخت، یعنی رزم کرد. بله، وداد به پیر. بله، و 100 دینار برسختم و پیش پیر رهادم. درزی گفت این چیست؟ گفتم من بدان رضا دادم که از سرمایه 100 دینار کمتر باستانم. اکنون از برکات سخن تو زر تمام به من خواهد رسید، یا زر تمام به من خواهد رسید. این 100 دینار حق سعی توست و به تو خیش به تو بخشیدم. به تو خیش یعنی با رغبت کامل میگه 100 دینار میخوام بدم به تو. پیرمرد رو ترش کرد و گره بر ابرو افکند و گفت اکنون برا سایدم که به سخنی که بگفتم دل مسلمانی از غم و رنج خلاص یافت. اگر یک حبه از زر تو بر خود حلال کنم، بر تو ظالم تر از این ترک باشم. برخیز با این زر که یافتی به سلامت برو و فردا اگر این 200 دینار به تو نرساند مرا معلوم کن و بعد از این به وقت معاملت باید که حریف خیش بشناسی. گفت من اگر از تو پولی بگیرم از این ظالم ترم. من کاری انجام دادم برای خاطر خدا، برو بقیه پولت هم بگیر و عرض کنم که به من خبرش رو بده، از این به بعد معاملی که میکنی حریفت رو بشناس. چون بسیار جهد کردم و چیزی از من نپذیرفت، برخواستم و از پیش او شادمان بیرون آمدم و به خانه خیش رفتم و اون شب فارغ دل بخفتم. پس پول آقا وصول شد. حالا سابقه غیر مترقبه‌ای که در اینجا هست، قدرت این پیر هست که از کجا و چگونه این یک همچین قدرتی داشت، نظام الملک توضیح داره، خدمتتون میخونم. دیگر روز در خانه نشسته بودم چاشتگاهی، کسی امیر به طلب من آمد و گفت امیر میگوید که یک لحظه به سرای من رنجه باش. رفتم به سرای امیر، چون پیش وی رفتم برخاست و مرا به جایی نیکو بنشاند و وکیلان خیش را دشنام داد که تقصیر ایشان کردند و من پیوسته به شغل خدمت پادشاه مشغول بودم. من گرفتار بودم، همیشه خدمت پادشاه هستم، این وکیلان نماینده های من بودن، پول تو رو ندادم، چنین و چنان. پس خزانه‌دار را گفت کیسه زر و ترازو بیاور و 200 دینار بر سخت و بر دست من نهاد. خدمت کردم و برخواستم تا بروم. گفت زمانی بنشین. خوان آوردند، چون طعام بخوردیم و دست بشستیم، امیر چیزی در گوش خادمی گفت. خادم برفت و در حال باز آمد و خلعت آورد، اون لباسی هم که قول داده بود آورد براش. امیر گفت در پوشان. جبه‌ای گرانمایه در من پوشانیدن و دستاری قصب بر سر من بستن. قصب یه پارچه خیلی عرض کنم که نرم و لطیف بود، از کتان می ساختن. شعری هم می گفتن، شعری پارچه بود که اون طرفش پیدا بود. چنون کسپس شعری آبگون، نماویت تن خیش معشوق و من قصب. بله، پس امیر مرا گفت
به دل پاک از من خوشنود گشتی؟ گفتم آری. گفت قباله من بازده و همین ساعت نزد اون پیر شو و او را بگو که من به حق خود رسیدم و از فلان خوشنود گشتم. گفتم چنین کنم که او خود برا گفته است که فردا خبری به من ده. برخواستم و از سرای امیر نزد درزی رفتم و حال با او بگفتم که امیر مرا بخواند و گرامی داشت و باقی زر بداد و این جبه و دستار به من داد و این همه از برکت سخن تو میشناسم، چه باشد اگر 200 دینار از من بپذیری؟ هرچند که گفتم قبول نکرد و من خواستم برخواستم و به دل شاد به دکان آمدم. پول آقا وصول شد، هر شبت که لباس رو هم گرفت، اما معما براش هست که از کجا این پیر این همه قدرت دارد. دیگر روز بره ای و مرغی چند بریان کردم با طبقی حلوا و کلیچه و از بهر پیر مرد درزی بردم و گفتم ای شیخ، اگر زر نمی پذیری اینقدر خوردنی به تبرک بپذیر که از کسب حلال من است تا دلم خوش گردد. حلوا و کلیچه شیرینی های ریز رو می گفتن کلیچه، فکر کنم امروز میگن کلوچه. اینها میگه بار کردم و بردم و گفتم که این از کسب حلاله، حالا پول قبول نمی کنی این شیرینی رو قبول کن. گفت پذیرفتم، دست فراز کرد و از تعامن بخورد و شاگردان رو بداد. پس پیر را گفتم مرا به تو حاجت هست، اگر روا کنی تا بگویم. گفت بگوی. گفتم همه بزرگان و امیران بغداد از بهر من با این امیر سخن گفتند، هیچ سود نداشت و سخن کس نشنید و قاضی در کارو عاجز ماند، چرا سخن تو قبول کرد و هرچه گفتی در وقت به جای آورد و ضرب من بداد؟ این حرمت تو به نزدیک او از کجاست؟ مرا بازگوی تا بدانم. گفت تو از احوال من با امیرالمؤمنین خبر نداری؟ امیرالمؤمنین یعنی همون خلیفه معتصم. گفتم نه. گفت گوش دار تا بگویم. بسیار خوب، حالا راز قدرت این پیر پاردوز یا این درزی در این داستانی است که گفته است که بسیار زیباست، امیدوارم وقت باشد که بخوانیم تا بدانیم چرا این مرد اینقدر قدرت داشت. گفت بدون که مرا 30 سال است تا بر مناره این مسجد مؤذنی می کنم و کسب من از درزیگری است. گفت 30 سال است که من اینجا مؤذن مسجدم، شغلم هم خیاطی است و هرگز می نخوردم و زنا و لواط نکردم و کارهای ناشایسته روا نداشتم و در این کوچه سرای امیری است، مگر روزی نماز دیگر بکردم، نماز دیگر نماز عصر بکردم و از مسجد بیرون آمدم تا بدین دکان آیم. امیر را دیدم مست می آمد و دست در چادر زنی جوان زده بود و او را به زور می کشید و اون زن فریاد می کرد و می گفت ای مسلمانان، مرا فریاد رسید که من زن این کاره نیم و دختر فلان کسم و زن فلان مردم و خانه من به فلان محلت است و همه کس ستر و صلاح من دانند و این ترک مرا به زور و مکابره می برد تا با من فساد کند و نیز شویم به طلاق سوگند خورده است که اگر شبی از خانه غایب شوم از او برایم. و می گریست و هیچ کس به فریاد او نمی رسید. گفت یک مدتی بود که من نماز عصر خوانده بودم، از اونم گفته بودم دیدم یک امیر ترکی یک زنی رو گرفته به زور و مکابره، عرض میکنم که داره میبره. مکابره گفتگو هم هست، اما منظور اینجا جبر هست، زور، عنف. بس کن از این مکابره ای قوک جاج خاج. یک شبی قربه ها نمیذاشتن مرحوم بهار بخوابد، یک قصیده این چنین هم دارد، بس کن از این مکابره ای قوک جاج خاج. باری میگه این زن شروع کرد فریاد کردن، آقایون به داد من برسین، خانوما من چنینم چنانم، دختر فلان کسم، خانم فلان جاست، این داره به زور منو میبره، به داد من برسید. و هیچ کس به دادش نرسید. گفت شوهرم هم سوگند خورده که اگر به موقع نرم خونه طلاقم بده. و میگریست و هیچ کس به فریاد او نمیرسید که این ترک سخت محتشم و بزرگ بود و 10,000 سوار داشت. امیر تومان بوده همونجا گفتن خدمتتون. و هیچ کس با او سخن نمییارست گفتن. من لختی بانگ برداشتم سود نداشت و زن را به خانه خیش برد. مرا از اون تقابن حمیت دین به جنبی نمیدم، از این از کنم کاری که این کرد حمیت من به حرکت آمد و بی صبر گشتم برفتم و پیران محلت را راست کردم. راست کردم دیگه از زبان ما بیرون رفته، جز در بختیاری هست هنوز، میگه شم راست کنم سید، یعنی برات شام درست بکنم. پیران محلت را راست کردم یعنی که اینها رو عرض کنم که برانگیختم و آماده کردم. راست کردم و به در سرای امیر شدیم و امر معروف
کردیم و فریاد برآوردیم که مسلمانی نمانده است که در شهر بغداد بر بالین خلیفه زنی را به کره و مکاوره از راه بگیرند. کره تو ان کرهن به تو یعنی به میل، کره یعنی به کراهیت. یا آقا دیگه مسلمانی نمونده، بر بالین خلیفه یعنی در نزدیک منزل خلیفه یک زن مردم رو به زور میبرن، علی رغم میلش میبرن، زنی را به کره و مکابره از راه بگیرند و در خانه برند و با او فساد کنند. اگر این زن را بیرون فرستی و اگر نه همکنون به درگاه معتصم رویم و تظلم کنیم. چون ترک آواز ما بشنید، با غلامان از در سرای خویش به در آمد و ما را نیک بزدند و دست و پای ما بشکستند. این امیر تومان هم زوری زیاد بوده داده غلامان، این عرض کنم که دمونستریتورهای محله رو با چوب و چماق زدن، دست و پای ادیر هم شکستند که گورتون رو گم کنید، به شما چه مربوطه. چون چنان دیدیم همه بگریختیم و متفرق شدیم. وقت نماز شام بود، نماز بکردم زمانی بود، در جامعه خواب شدم و پهلو بر زمین نهادم. از اون رنج و غیرت مرا خواب نمی برد. تا از شب نیمی بگذشت من در تفکر مانده بودم، تا بر اندیشه من بگذشت که اگر فسادی خواست کردن اکنون کرده باشد و در نتوان یافت، این بتر است که شوهر زن به طلاق وی سوگند خورده است که به شب از خانه غایب نباشد. من شنیدم که سه یکی خارگان چون مست شوند خوابی بکنند، چون هوشیار شوند ندانند که از شب چند گذشته است. سه یکی، من در تعریفش مشکل دارم با این فرهنگ ها. میگن سه یکی شرابی که دوتاش بخار شده باشه یکیش مونده باشه. اصلا ما یه همچی کاری بکنیم؟ شراب نداریم، یک آب ترش بیمزهی تش باقی میمونه. چون ما وقتی بخوایم شراب رو بجوشانیم که سه یکی درست کنیم، به مزگ حرارت آب به 45 درجه سانتیگراد برسه، اول چیزی که بخار میشه الکلشه. به 100 درجه که برسه آبش هم شروع کنه بخار کردن، پس اول الکل فرار میکنه. بنابراین این سه یکی بایستی در تقطیر، اون چه در عرض میکنم سه بار شاید تقطیر میکردن، اون چه در اندیغ میمان، نه اینکه در فرهنگ نوشتن که وقتی شراب رو قد بجوشانیم که از سه تا یکیش بمونه، چیزی نمیمونه جز آب. این خلاف خاصیت فیزیکی الکل و آب هست و اشتباه هست، چیزی باقی نمیماند. آب جوش نیامده الکل به فرار مشغول میشه، چون در 45 درجه یا 46 درجه درست به خاطر داشته باشم اتانول که مایه اصلی شراب و اینا هست بخار میشه، نقطه جوش 45-46 درجه است. میگن سه یکی خورده بود، سه یکی پیداست شراب پرزوری بوده. میگه من گفتم اینا که میخورن خوابشو میبره و وقتی که بلند میشه نمیدونه از شب چقدر گذشته. مرا تدبیر آن است که اکنون بر مناره شوم و بانگ نماز بلند کنم. چون ترک بشنود پندارد که وقت روز است، دست از این زن بدارد و او را از سرای بیرون فرستد. لابد رهگذرش بر در این مسجد بود. من چون بانگ نماز بگویم زود از مناره فرود آیدم و بر در مسجد بایستم. چون زن فراز آید او را به خانه شوهرش برم، تا باری این بیچاره از شوی و کدبانوی خیش بر نیاید. بیچاره گفت که شوهرش قسم خورده یه شب بیرون بمونه طلاقش میده. الان نصف شب یه کاری قرار بوده کرده، بهتر من از اون بگم. اینم سه یکی خورده مست کرده، فکر میکنه روز شده، زنه رو آزاد میکنه، من خانم برم دم خونش میرسم که اقلا شوهرش طلاقش نده. پس همچنین کردم و بر مناره رفتم و بانگ نماز کردم و امیر المومنین معتصم بیدار بود. چون بانگ نماز رفت بی وقت بشنید، سخت خشناک شد و گفت هر که نیم شنگ بانگ نماز کند مفسد باشد، زیرا که هر که بشنود پندارد که روز است. راست که از خانه بیرون آید اساسش بگیرد و در رنج افتد. خادمی را بفرمود که برو و حاجب الباب را بگو که من همین ساعت خواهم که بروی و این مؤذن را بیاوری که نیمه شب بانگ نماز کرده است، تا او را ادبی بلیغ فرمایم، چنان که هیچ مؤذن دیگر بانگ نماز بی وقت نکند. گفت وقتی من نماز رفتم و بانگ کردم بی خود جار کشیدم الله اکبر اینها، معتصم بیدار بوده، گفته این مرده کیه نصف شب داره چیز بکنه. حکومت نظامی هم همیشه بوده گویا، از این داستان برمیاد. یه وقتی بی وقت این مرده خیال میکنن روز شده، میان و اساس اونها رو میگیره. شما بروید و این مؤذن رو بگیرید بیاورید تا او را ادبی بلیغ کنم، یعنی حسابی و حسابش برسم. بله، من به در مسجد ایستاده بودم منتظر این زن. حاجب الباب بیامد، حاجب الباب دربان خلیفه رو میگفتن،
حاجب الباب را دیدم که با مشعله می آید. مشعله چیزایی بود نفت می ریختن و اینها، یا پیو و از این صحبت ها که روشن بکنم. چون مرا دید بر در مسجد ایستاده، گفت این بانگ نماز تو کردی؟ گفتم آری. گفت چرا بانگ نماز بی وقت کردی؟ که خلیفه را سخت منکر آمده است، یعنی کار زشتی شده در نظر خلیفه، و به این سبب بر تو خشمالود شده است و مرا به طلب تو فرستاده است تا تو را ادب کند. من گفتم فرمان خلیفه راست، ولی کم بی ادبی مرا بدین آورد که بانگ نماز بی وقت کردم. گفت این بی ادب کیست؟ گفتم اون کس که از خدا و از خلیفه نمی ترسد. گفت این کی تواند بود؟ گفتم این حالی است که جز با امیرالمومنین نتوانم گفتن. اگر من این قصد کرده باشم، هر ادبی که خلیفه فرماید دون حق من باشد. گفت بسم الله، بیا تا به سرای خلیفه شویم. حالا یاد شیخ الاسلام افتادم. از کجا بود آقای رزاقی؟ توی سرکان. عرض کنم که ذاکر امام حسین، فرزند قرآن، عرض می شود که چگونه بتون عرض کنم این پستی و فسادی که این آخوندهای فرومایی آوردن، دیگه گندش جهان را گرفته. این آقا آمده معاونش رو فرستاده به مرخصی، خانم آقا رو آورده در منزل، بیایید و ببینید چه خبر است. نمی شود نشان داد که این حیوان چه می کند با این زن. وارد که میشه بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و بعد عبا و عمامه رو در بیاره، اون شکم صاحب مرده ای که مال مفت ملت با اون گردن کلوف عین خوک میمونه. این آخونده عرض میکنم که پست افتاده روی این زن و میگوید که همسایه ها که ندیدن تو را، عیال رو هم فرستاده این به منزل پدر و مادرش اینها. بله، و بعد آقا رو گرفتن اینها، این مامورین اطلاعات گویا از کسافتکاری این آقا خسته شده بودن، بعد یک شیرپاک خورده این فیلم رو داده بیرون، در ایمیل ها از نگاه بکنید، و بعد بردن در قوم، گفتن که این آقا که نمیدونست که این شوهر داره، که سیغه کرده بود. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که کار فساد مالی و فساد اخلاقی به درجه ای که امروز در ایران هست، در روزگاری که عبید زاکانی ناله میکند نبود. میگوید مذهب منسوخ مذهب مختار، که بعد مذهب منسوخ فضیلت های گم شده است، مذهب مختار اون چه حاکم بوده است در روزگار عبید زاکانی. دی به دیوانش مراجعه بفرمایید، همین آخوندام اونجا هستن. باری این آقا میگوید چنین کاری میکرد، زن آقا رو گرفت، زنم فریاد میزد ای مردم به داد من برسید، من دختر فلان کس هم و همسر فلان کس هستم، چنین و چنان، و میبرد. میگوید که من دیدم که خوابم نبرد، این پیر پاره دوز میگه خوابم نبرد، چاره ندیدم جز که بی وقت اذان بگم. وقتی بی وقت اذان گفتم، معتصم امیرالمومنین معتصم میگه بیدار بود، گفت این مردک کیست که مردم رو به گمراهی انداخته؟ آمدن که منو ببرن. من بر در مسجد ایستاده بودم منتظر این زن. توضیح بدم که این سیاستنامه یکی از شاهکارهای عرض میکنم که ادبی سیاسی زبان پارسی است. دست کم نگیریم کتاب رو، به روانی و زیبایی نوشته شده است و اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک در امور کشورداری و دیپلماسی در این کتاب است. این است که به دستتون رسید، عرض کنم که به دقت نظری بیفکنید. بله، من بر در مسجد ایستاده بودم منتظر این زن، حاجب الباب را دیدم که با مشعله می آید. چون مرا دید بر در مسجد ایستاده، گفت این بانگ نماز تو کردی؟ گفتم آری. گفت چرا بانگ نماز بی وقت کردی؟ که خلیفه را سخت منکر آمده است. سخت منکر آمده است، یعنی بسیار زشت جلوه کرد در چهره خلیفه، نزد خلیفه، و بدین سبب بر تو خشم‌آلود شده است و مرا به طلب تو فرستاده است تا تو را ادب کند. من گفتم فرمان خلیفه راست، ولی کن بی ادبی مرا بدین آورد که بانگ نماز بی وقت کردم. بی ادبی، عذر میخوام از شما، بی ادبی مرا بدین آورد که بانگ نماز بی وقت کردم. گفت این بی ادب کیست؟ گفتم اون کس که از خدا یا از خلیفه نمی ترسد. گفت این کی تواند بود؟ گفتم این حالی است که جز با امیرالمومنین نتوانم گفتن. اگر من این به قصد کرده باشم، هر ادبی که خلیفه فرماید دون حق من باشد. گفت بسم الله، بیا تا به سراوی خلیفه شویم. گفت اگر که حق با من نبوده، هر بلایی که خلیفه به روز من بیاره، این دون حق من، یعنی از اون بدتر حق من هست. چون به در سرای رسیدیم، اون خادم منتظر بود. اون چه من به حاجب الباب گفتم، با خادم بگفت. خادم برفت و با معتصم بگفت.
خادم را گفت برو او را نزد من آ، یعنی معتصم خلیفه عباسی. معتصم قاتل بابک خرمدین است و افشین ایرانی به او کمک کرده است در ارتباط با گرفتار کردن اون مرد بزرگ در کوههای آذربایجان. خادم مرا نزد معتصم برد، مرا گفت چرا بانگ نماز بی وقت کردی؟ من قصه اون ترک اون زن از اول تا آخر بگفتم، چون بشنید عظیم برآشفت. خادم را گفت حاجب الباب را بگو که با صد سوار به سرای فلان امیر رو و او را بگو که خلیفه تو را میخواند، چون او را به دست آوردی اون زن را که او دیروز به سرای خود برده بود بیرون آورد و با این پیر مرد و دو سه مرد دیگر به خانه خیش فرست و شوهر را به در خوان، یعنی شوهر را به در خوان یعنی به دربار بخوان، شوهر را به در خوان و بگو که معتصم تو را سلام میرساند و در باب این زن شفاعت میکند و میگوید حالی که رفت او را در آن هیچ گناهی نبود، باید که او را نیکوتر از آن داری که میداشتی. و این امیر را زود پیش من آر و مرا گفت زمان اینجا باش. دستور داد خلیفه که صد سوار برن امیر رو بیارن، شوهر زن رو صدا بکنن، چون وقت گذشته بود، و گفت خلیفه میگوید اونچه گذشت این زن تقصیری نداشت، او را نیکوتر دار از اونچه داشتی و اون امیر رو پیش من آر. چون یک ساعت بود، یعنی یک ساعت گذشت، امیر را پیش معتصم آوردن، یعنی همون سپهبدی که اون زن رو برده بود. چون چشم معتصم بر وی افتاد گفت ای چنین و چنین، ای چنین و چنین، یعنی در واقع فحشی که داده است ادیب نمیخواهد اون فحش رو تکرار بکند، کذا و کذا مثلا، ای چنین و چنین، از بی همیتی من در دین مسلمانی تو را چه معلوم گشته است؟ و یا از ظلم من بر کسی چه دیده ای و به روزگار من چه خلل در مسلمانی آمده است؟ نه من همانم که به سوی مسلمانی که در دست روم، مسلمانی که در دست رومیان اسیر افتاده بود، از بغداد برفتم و لشکر روم را بشکستم و قیصر را هزیمت کردم و شش سال بلاد روم را همی کندم و تا قسطنطنیه را نکندم و نسوختم و مسجد جامع بنا نکردم و تا اون مرد را از بند ایشون نیاوردم باز نگشتم. کمپلیتی خالی بسته، حالا یا معتصم خالی بسته و خود عوام، یا نویسنده بیخبر بوده، چون معتصم همچی غلطی نکرد، هیچ کنم از مسلمان را نتوانستن به قسطنطنیه نزدیک بشن. این معتصم یه لشکرکشی کرده، عرض کنم ارتیزی کرده در سرحد روم، اما قسطنطنیه را گرفتم و بسوختم، اینا مهملات گفته. حالا خواسته اونجا عرض کنم که توپ و تشر بیاد و خالی بندی بکنه، چنین اتفاقی نیفتاد. به لحاظ اینکه عرض می شود که اگر که این قسطنطنیه به دست مسلمین افتاده بود، امروز ما در سوئیس حاکم شهر داشتیم، ما امروز در سوئیس و آلمان و انگلستان و جاهای دیگر همین چشم کندن و دست و پا بریدن داشتیم، نه نیوتونی می داشتیم، نه بتهوونی می داشتیم امروز، نه کپلری می داشتیم، نه اینشتینی. خدا را سپاس که اونها به نور اسلام منور نشدن، اگه نه وضعیتش مشابه ما بود که نفت بفروشیم چراغ برق بخریم. اینها از دو سو می توانستند به اروپا نفوذ کنند، یکی از جنوب فرانسه بود که از شمال اسپانیا باشد، که شکستی سهمگین خوردن و حمدالله والمنه شکست خورد. عبدالرحمن سردار عرب به سال 710 از هجرت، عرض شود که در 710 ببخشید مسیحی، در اونجا شکست خوردن و این نخستین بار بود است که پیاده نظامی سوار نظام بزرگی رو شکست داده. و کوشش های اعراب برای گرفتن قسطنطنیه که چندین بار پشت سر اومد بی نتیجه موند و نتوانستن قسطنطنیه رو دستگیر بکنن. بیزانتیوم میگفتن، کنستانتیناپل، و اینها به سال 1452-53 تحت سلطان عثمانی بود. تلفن افتاد، ببخشید. ممنونم بارتان جان، چه سر خوبی اصلاح کردی، سلمونیت به من معرفی کن. بله، سال 1452-53 بود که عرض کنم که عثمانی ها توانستن قسطنطنیه رو بگیرن و مایه نکبتی برای ایرانیان بشون. حالا بگذاریم، این دروغ گفته اینجا، مقصود این که این چنین اتفاقی نیفتاد، جنگ ها میشد اما قسطنطنیه بگرفتن. یه بار که میخونم ببینید چقدر گزاف نوشته شده اینجا. بله،
نه من همانم که به سوی مسلمانی که در دست رومیان اسیر افتاده بود از بغداد برفتم و لشکر روم را بشکستم و قیصر را هزیمت کردم و 6 سال بلاد روم را همی کندم و تا قسطنطنیه را نکندم و نسوختم و مسجد جامع بنا نکردم و تا اون من را از بند ایشون نیاوردم باز نگشتم؟ امروز از عدل و سهم من گرگ و میش به یک جا آب میخورند. تا تو را چه زهره اون باشد که در شهر بغداد بر سر بالین من، یعنی نزدیک من، جلو چشم من، بر سر بالین من، امریکایی میگن under my watch، یعنی زیر نگاه من، یعنی وقتی یک رئیسی عرض کنم که کارمنداش کاری بکنن میگوین under his watch، یعنی این مسئول بود میبایستی میدید. اینجا میگوید بر بالین من، بله، که در شهر بغداد بر سر بالین من زنی را به مکابره بگیری و در سرای خود بری و فساد کنی و چون مردمان امر معروف کنن ایشون را بزنی. فرمود که جوالی بیاورید. دستور داد یک گونی آوردن. جوالی بیاورید و او را در جوال کنید و سر جوال محکم ببندید. مطلب معلوم هست. همچنین کردن. پس بفرمود تا 2 چوب گچکوب بیاوردن. چوب ها انواع بودن. گفتن خرمن کوب، چوب خرمن کوب، ما بچه بودیم صدای گفتیم کرچل، به زبان محلی خودمان کرچل کوب اینا می آوردن. وقتی گندم ها عرض کنم که اون مقداری که سبوسش نرفته بود و صفر بود که با مطلبی دیگر چیز نمی شد، با چوب می زدن که این پوستهای گندم خارج بشه. گچ کوب هم یک همچین چماقای بزرگی بوده، چوبی که می زدن گچ ها رو به صورت پودر در بیارن که بشه استفاده بکنن. بفرمود تا چوب گچکو بیاوردند و گفت یکی از این سو بیستید و یکی از اون سو و او را میزنید تا خرد شود. در گونی رو بستن، آقای سپهبد کردن، گفت چماق گچکو یکی این طرفی گفت بزنید تا خرد بشه. در حال 2 مرد گچکو در نهادند، در نهادند یعنی شروع کردن به زدن و چندان بزدند تا خردش بکردند. گفتن یا امیرالمومنین، همه استخوانش خرد گشت. فرمود تا جوال را همچنان سربسته ببردن و در دجله انداختن. یه علاقش مثل که به پوشش خیلی بوده، چون وقتی ابو مسلم رو، این خلفا رو میگم، چیز کشت، ابو منصور دوانیقی، ابو جعفر منصور، هر شبت که اون کسی که آمده بود و رفته بود ابو مسلم رو فریب داده بود، آمد گفت ابو مسلم کجاست؟ گفت اونجا در بساط پیچیده، یعنی رو فرشی که کشته بودن ابو مسلم پیچیدنش لای فرش و دستور داد تا در دجله انداختن. به همین جهت ما گوری برای ابو مسلم مروی خراسانی نداریم و یک یاد بود بزرگ بایستی برای ابو مسلم ساخته بشود در ایران زمین. قهرمانان ما بودن، زورگویان می آمدن اموال ملت رو میخوردن، مجسمه های خودشون رو درست میکردن. بنداری مملکت صاحب نداشته. من تعجب کردم با آقای رزاقی میگفتم وقتی رفتم به آذربایجان سال حدود 1970، فکر میکردم از قطار که بیاده بشم مجسمه ستارخان رو میبینم، اما چیزی که ندیدم مجسمه ستارخان بود یا نام ستارخان بود. خیابان ستارخان ندیدم، کوچه ستارخان ندیدم، هیچ چیز به نام این مرد بزرگ نبود در تبریز. همین مجسمه های زورگوی های اون روزگار بود. پنداری که اینها صاحب تبریز هم. اینجا شما هر جا تشریف ببرید در این آمریکا، قهرمان های محلی، فولک هیروز، قهرمان های محلی اونجا هستن، مجسمه هاشون هست. وقتی بچه های اون محل بدانند در سابقه تاریخی اون محل چه قهرمانانی بودن. نه باقرخانی بود، نه هیچ خبری نبود از دلیران آذربایجان، فقط از یک نفر بود و خانوادش. خب پس مرا گفت ای شیخ، بدان که هر کس خدای عز و جل نترسد از من هم نترسد، و اون که از خدای عز و جل بترسد خود کاری نکند که او را به 2 جهان گرفتاری باشد. و این مرد چون ناکردنی بکرد، یعنی کاری که نباید بکنه بکرد، کاری که متصور نیست این کار کرد، زن مردم گرفت برد جزای خیش. یا پس از این تو را فرمودم که هر که بر کسی ستم کند و یا کسی را به ناحق برنجاند یا بر شریعت استخفاف کند،
و تو را معلوم گردد باید که همچنین بی‌وقت بانگ نماز کنی تا من بشنوم و تو را بخوانم و احوال بپرسم و با اون کس همان کنم که با این سگ کردم، اگر همه فرزند یا برادر من باشد. و اونگه مرا صلتی فرمود و گسیل کرد. پس داستان روشن شد. معتصم میگوید چه کار خوبی کردی، از این به بعد هر چه دیدی، ستمکاری دیدی، از این کارها دیدی، بی وقت برو از اون بگو، منم میشنوم، به طور صدا میکنم ببینیم چی کسی به کسی ظلم کرده. بنابراین این آقا وقتی رفته پیش اون پی پار دوز گفته اون امیر 600 سکه خلیفتی مرا خورده و نداده، از ترسی که این آقا نره از اون بگه و اون امیری که 600 دینار رو خورده، 600 سکه رو خورده، از ترسی که به جوال نرود و به سرنوشت اون یکی گرفتار نشود و به زخم چماق گچکوب دچار نشود، از ترسش پول این آقا رو پس داد. این داستان خیلی شیرینی بود به نظر من، خیلی جالب بود. خیلی خوب، بعد میگه و اونگه مرا صلتی فرمود و گسیل کرد، یعنی به من انعام داد و گفت برو. و از این احوال همه بزرگان و خواص خبر دارند و این امیر زر تو نه از حرمت من با تو داد، بلکه از بیم اون جوال و گچکوب و دجله باز داد، چه اگر تقصیر کردی، یعنی کوتاهی میکرد، من در وقت بر مناوره رفتمی و بانگ نماز کردمی و با او همون رفتی که با اون ترک رفت. و مانند این حکایات بسیار است، اینقدر بدان، یاد کردم تا خداوند عالم بداند که همیشه این رو حالا خواجه نظام الملک خطاب پادشاه وقت میگوید، ملک شاه سلجوقی، پادشاه بزرگی بود ملک شاه، بله، خداوند عالم بداند که همیشه خلفا و پادشاهان چگونه بودند و میش را از گرگ چگونه نگاه داشتند و گماشتگان را چگونه مالش دادند و از جهت مفسدان چه احتیاط کردند و دین اسلام را چه قوتها دادند و عزیز و گرامی داشته. عیب بزرگی خواجه نظام الملک این بود که عرض کنم که سنی متعصبی بود و این مرد دانشگاه ها ساخت، نظامیه ها ساخت، نظامیه بغداد یکی از اینها بود. این خواجه رئیس ایران بود، در واقع پادشاه ایران خواجه بود، گرچه عنوان وزارت داشت، اولاد بسیار داشت. نظامیه اصفهان رو که میسازد بر بالاش مینویسد که شیعه اینجا نیاید، فقط شافعی ها باشن، و پادشاه رو میبره برای دیدار. پادشاه که ترک هم بود، ملک شاه میگوید ای خواجه این چه تبعیضی است که تو کرده ای، چگونه میتوانی کسانی رو از درس محروم کنی؟ به این آخوندها بگویید که امروز در قرن 21 میگن بهایی حق تعلیم ندارد، بهایی نمیتواند مدرسه برود. این سه عمل به طور مسلسل اتفاق میفتد پشت سر هم، استبداد هرج و مرج، استبداد، استبداد، هرج و مرج، استبداد. یعنی استبداد می آمد وقتی فاسد می شد، فرو می ریخت. وقتی فرو می ریخت، نیروهای مختلف برای به دست گرفتن قدرت اصلی حرکت می کردن. در این بازی قدرت و زورآزمایی، اون که زورش بیشتر بود بقیه رو سرکوب می کرد و می نشست. شما داستان عرض می کنم حزین کشتن قبیله زند رو توسط آقا محمد خان شنیده ای؟ کریم خان زند وقتی که مرده، این دلاوران زند که اینها عرض کنم که مردان بزرگی بودن، اینها همه بین اینها اختلاف بود، یکدیگر رو می‌دریدن. بعد آقا محمد خان قاجار پیدا شده است از قبیله آشاقباش و آمده است و پیروز شده است و سر بریده، حتی گربه های خاندان زند رو سر بریده. تنها نقل و انتقالی در قدرت که اتفاق افتاده است بدون خونریزی، عرض کنم که زمانی است که مجلس پنجم رأی داد به پادشاهی رضا شاه و قتل و غارتی نشد از قاجارها، البته اینها رو خیلی بلافاصله بیرون کردند و اینها، این نقل و انتقال بدون خونریزی بوده است که ما در تاریخ سراغ داریم. یه پادشاهی آمده است و عرض کنم که یک سلسله‌ای رو برانداخته و بدون خونریزی که سر کسی رو ببرد و اینها، اینها رو سوار ماشین کردن بردن کردستان و از مملکت بیرون کردند و اینها. اما مابقی قضایا چنین بوده است. در واقع این انقلاب که اتفاق افتاد به واسطه خلأ سیاسی که در مملکت بود و نبودن نهادهای دموکراتیک و احزاب سیاسی بود که یک آخوند پاچه برمالیده آمد و این کارها رو کرد. شعارهای ابتدا انقلاب بود آزادی، استقلال، قانون اساسی. خبری از خمینی نبود.
کمبود اسلام کسی نداشت، کمبود نماز و روزه و حج کسی نداشت که انقلاب اسلامی، کجاش انقلاب اسلامی؟ هیچی نبود در مملکت. یعنی هرچی میکوشیدن که دوتا آدم پیدا کنند که نخست وزیر کنن، کسی پیدا نمیکرد نخست وزیر کنه. اونقدر مردم بری شده بودن از دستگاه سابق، کسی پیدا نمیکردن که آقا نیابت سلطنت بدن، نبود، خالی کرده بودن مملکت رو. این مادرنیتی با این چماغاش و باتوماش و این بیسیماش و تلفوناش و اینها و راههایی که کشیده بودن اینا، مملکت رو کنترل که همه هر چی سرجنبانی بود از بین برده بودن. هیچ حزبی در مملکت نبود، هیچ پایگاهی نبود که این خلای قدرت رو به شیوه دموکراتیک پر بکند. داستان زور شد، خمینی زور چربید به جهتی که عوام رو به دنبال خودش کشید. یک مش آدمای عرض کنم که نادان هم به ظاهر دانا به دنبال او افتادن، این بلا رو به روز مملکت ما آوردن که ملازم فرمایید. یک مش خوک، واقعا حیف خوک بگیم به این آخوندها. شما این فیلم رو اگه ببینید هر شبت که در میابید که داستان از چه قرار است. و اون دیگری که شش تا زن رو لخ میکرد و نماز بخون، پیداست که اینا چه میزان اعتقاد به نماز دارند. عمود دین است. ان الصلاة تنهی المنکر والفحشاء، یعنی نماز انسان رو از کار زشت و کار قبیح باز می‌دارد. بله، زاکرین امام حسین، ناموس مردم از دست زاکرین امام حسین امروز در امان نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما هموطنان بسیار گرامی و همزبانان گرامی سرتاسر گیتی و بارتان عزیز و آقای رزاقه دوست عزیز و قدیم، شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.